بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه های ما الان پاره ای توضیحات میشه. این برنامه هاردادی بردادی. دیروز ما یه دقیقه برقمون رفت، میکروفون خراب شد، مدیریت عصبانی بود، غذا دیر دادم، مشغله شد، دلمون حوصله نداشت، شاگردم مرخصی بود، پاچه کم اومد، هوا گرفت، دلار گرون شد، ما نبودیم. طوری نشد. حالا برگشتیم دیدیم این ملیه جعفری محشر کبرا کرده. از همین رو لازم به ذکره که توضیحاتی را در این ارتباط خدمتتان چیز کنیم. همانطور که چندین بار اشاره کردم، من و همکارانم در مسیر آسایشگاه به جامع جم بودیم که مدیریت زنگ زدن گفتن یک برنامه اردوی سه روزه برای ما در نظر گرفته کرده اگه خوب. بنده گفتم گوشی. از جمشید پرسیدم شب چیکاری؟ گفت برنامه ضبط کنیم دیگه. گفتم ببخشید ما گرفتاریم. مدیریت از اون طرف خط گفتن باز گو خوردی؟ زود پاشیم بیاین تو جلسه توجیهی داریم تا سگ نگرفتد. خوب. البته بنده خودم به کرات مدیریت رو خارمادرش کردم، ولی این بار سعی کردم با تأسی به سیره اهل بیت چیزی نگم. خوب. رفتیم تو بازرسی رو رد کردیم، کمربند جمشید زیر دستگاه بوغ زد، برگشتیم تو حیات واسه هواخوری. اردو اصلا هیچی به هیچ. حالا نگاه، برنامه های ما یهو الان زندگی روزمره میشه. این برنامه ساعت هواخوری. تق تق تق. کیه؟ مهمونه. مهمون کدوم بود؟ مهمون دیگه، مهمون حبیب. حبیب؟ حبیب جوربندی؟ آره جمشید بابا، کجایی تو؟ تو نه و شما، باز پسر خاله شدی؟ خاله؟ خالت. خاله گوشتی؟ خاله شیری؟ شیر خاله؟ شیر عصب، شیر پسته، یادته؟ یادمه. گفتی مهمونه؟ کی مهمونه؟ حبیب. حبیب مگه خودت نیستی؟ چرا کی نیستی؟ کی نیستی سن پترزبورگ؟ یه بار دیگه در بزن آدم باشا. تق تق تق. میگم آدم باش. حبیبم. حبیبت؟ حبیبم رو میخوام. میخوای چیکارش کنی؟ میخوام اول تابستون واسه چیدن میوه ها استفاده کنم. آدم ساده، کدوم میوه؟ میخوای بچینی بیا پشم چیزا رو بچین، گوسفندا رو بچین. آره گفتم چه بو گوسفندی میاد ها. او بالا. پاشاله تو که با در واکن خفه شدیم. در واکن همونجا تو کشوز خودت واکن. من جوشوندم، زیر گازم روشن کردم، چایم من ریختم سو. نوبت خودته. من جوشوندم، زیر گازم روشن کردم، چایم من ریختم سو. نوبت خودته. یه دقیقه نوبت من نگرد، الان میام. کجا پس؟ قرار دارم با دلبر پشت خط موزاییک. چرا بعد جلو خط وایساده؟ تو مگه دیدی؟ از کجا دیدی؟ چشت در میارم. حبیب بعد قبل قراردی عطری چیزی بزن بو گوسفند خفمون کرد. نه بابا اون دفعه زدم گفت بو مسترا میدی. من میگم برو جلو خط وایسا. من میگم برو جلو خط وایسا. همینو بند کمربندی خلیز رد کردی سر استوانی گوسفند چرانی. باشه تو برو من اومدم. آن سالهای دور وقتی بچه بودم، مادر میگفت پدر در زندان است، منتظر باش پدر روزی به خانه برمیگرد. و مادر میگفت زندان هم مثل هر اتاق چهار دیوار دارد و یک در که همیشه بسته است. این یارو جدیدره، چی کارش کنی؟ نگو بهش. آره تیپش خوبه، دلبر میبینه دیگه محل به ما نمیذاره. این ماهواره است. ترکیه است. استانبولی. استانبولی با ماست؟ نه با اوناست. این یارو جدیدره، ما کشیدیم دیگه. عجب گوی خوردیم حبیب. آره گفتم نکش، این آخر ما رو میکشه. میکشه. میکشه بابا، اینقدر میکشی میکشه آخرش حمال میشه، یه دیکته بلد نیست. باشو دلبر کشید پشت خط موزاییک. کشید؟ کشید هرچی. برو از اول تق بزن بیا درست بگو. تق تق تق. کیه؟ زنده باشی، نظری آوردم. نظری کدوم بود؟ همون 28 سفر 13 آبان دوم و بهمن هفته تیر. هفته چی؟ تیر. چی؟ تیر. تیر تیر بابا، پاشو وا کنه، دهن افتاد چیکست؟ حرف مفت نزن، اینا نمیشکنه. چرا آدم شدی باز؟ اینا پلاستیکه. پلاست چی؟ تیک. چی؟ تیک تیک. وا کن علکی گفتم نشکست. بزدل. گوسفند. خط موزاییک. دلبر. آخ آخ. تق تق تق. تقه. از آن زمان انتظار در دلم لانه کرد، مثل خون در رگهایم جاری شد، مثل چهار دیوار بلند مرا در میان گرفت. و حالا انتظار مثل یک همزاد همیشه با من است و من منتظر باز شدن در بزرگ زندان هستم که پدر بازگرد و بوی خوش گل اطلسی را با خودش بیاورد. بسم الله الرحمن الرحیم.